تو گویم میهنم، با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، آسمانت را پل پرواز سنبل میکنم. با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، آسمانت را پل پرواز سنبل میکنم. در سر پیری، در سر پیری جوان میگردمی همچون بهار، کوچه باغت را پر از آواز بلبل میکنم، کوچه باغت را پر از آواز بلبل میکنم. جاودان میهنم، این بار هم میسازمت، جاودان میهنم، این بار هم میسازمت، چون درفش کاویان هر جای میافرازمت، همچون رستم، همچون رستم میکنم دیو پلیدی راز جای، همچون رستم میکنم دیو پلیدی راز جای، چون فریدون شوکت دیرینه میپردازمت، چون فریدون شوکت دیرینه میپردازمت. با تو مام میهنم، با تو مام میهنم، دیرین پیمان میکنم، با تو مام میهنم، دیرین پیمان میکنم، گر که ایرانم نباشد، گر که ایرانم نباشد، ترک این جان میکنم، همچو آرش بر پر البرز جان بر کف به پای، همچو آرش بر پر البرز تا دریای پارس، کوهساران را پر از آواز ایران میکنم، کوه و دشتت را پر از آواز ایران میکنم. با تو گویم میهنم، با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، این بار هم گل میکنم، آسمانت را پر از آواز بلبل میکنم. بر شما درودی خوشپیمانانه، درودی برای پیمانی تازه با میهن در روزهای سرنوشت سازی که در نه سه دهه گذشته که در چند سده گذشته میتواند بیمانند باشد. برنامه شماری 51 دمی با شاهنامه، همدمی با شاهنامه را از تلویزیون ایران آریایی که با یاری شما برپاست و با یاری شما برپای خواهند ماند پیشکش میکنیم. امروز پنجشنبه
زامیاد و اورمزشید 23 شهریور ماه برابر با 13 سپتامبر 2012 از سال شاهنشاهی 2571 از مادی ایرانی 2720 از سال زرتشتی 3750 امیدوارم شاد و تندرست باشید و در هر کجای جهان که هستید زندگی را با شادی بگذرانید و اندیشه تان همواره با ایران، با آذربایجان و با هممیهنان و راستان باشد. امروز شاهنامه خوانی خواهیم داشت و شاهنامه دانیم. در پی اون یادآوری خواهم کرد به سخنانی که دکتر میرفتوس در برنامه فردا شب خواهد گفت و این تلویزیون هم پخش خواهد کرد، در برنامه آینده شنبه خودمان هم پخش خواهد شد. سخنان بسیار بسیار ارزشمندی است، درباره رویدادهای کنونی هم هست، ایشان در برنامه‌شون خواهند گفت. درباره یاری به تلویزیون خواهیم گفت که نیاز هست که همه بدانیم که چه باید بکنیم و آینده‌مون چه هست و رسانه‌هایی باید داشته باشیم که در این زمینه آوایمان را به گوش جهانیان برسانند. این روزهایی که پیام‌های ایران دوستان از صدای امریکا و صدای بی بی سی پخش نمیشه، از آوای اونها هم پخش نمیشه، از نوا و ندای آنها هم پخش نمیشه، پس رسانه هایی باید باشند که اینها رو پخش بکنن. امیدوارم مانند سه دهه گذشته که از دست دادیم و افسوس خوردیم، این بار دست دریغ بر دست دیگر مگذاریم. شاهنامه رو پیش بردیم تا به آنجا که فریدون فرزندارو برای همسر گزینی فرستاد، به جاهای گوناگون رفتن، کشورها رو پخش کرد. روم و خاور به سلم رسید، چین و ترک نشین، بخش های ترک نشین به تور رسید و بخش میانه را به ایرج داد که گفتیم که نام توران از تور آمد، آن تور، و نام ایران از ایر یا ایرج، ایر آزاده و تور دلیر. گفتیم که اندیشه بد در کلیه برادران، در اندیشه برادران افتاد و آنچه که در فرهنگ ایرانی هست به ما نشون میده که میتوانند دو تا برادرم از اندیشه بد برخوردار بشن و کارو بد بکنن و دو دشمن نه، و اینو چند بار دیدیم به گونه‌ای که بخشیدنی بود. برادران فریدون اومدن سنگ رو رها کنن از کوه، یعنی رها کردن که اون رو بکشن، دو تا برادرش خودش رو رهایی بخشید و در هیچگاه از آن سخن به میان نیورد، چیزی نگفت، بخشود چون دنباله نداشت. پس بخشودن بخشی از فرهنگ ماست، با چشمان باز. پس از آن ببینیم که فرزندانش سلم و تور چش تنگی میکنند و بر برادر میشورند و ایرجی که میآمد و میگفت که من همه چیز را برای شما میخواهم و همه جا برای شما میگذارم و خود در دور دست میروم و میازار موری که دانه کش است، که جان دارن و جان شیرین خش است، مرا بگذارید و میگذارم میروم، و اون را از میان برداشتن و این کار باید پادفره میشد و پشیمان هم نشدند تا اینکه شنیدند که فرزند ایرج از ماهروی به جهان آمده، شویی کرده به پشنگ برادرزادی فریدون و فرزندی از اون به دنیا آمده، منوچهر نام، مینوچهره، بهشت چهره، پردیس چهر، و این بزرگ شده، پهلوانی شده، بر شاهی نشسته است و امروز مهیای نبرد است. اینها در این هنگام است که دیر هنگام است به پوزش خواهی میفرستن به نزد فریدون و به اون میگوین که منوچهر را به نزد ما بفرست، و فریدون میداند که اینا اندیشی بدشان همچنان کار سازد، چرا که در این سالهای دراز این کار نکرده، در این رو در شاهنامه گوشزد نکرده، ولی ما برداشت میکنیم. به جنگ برمیخیزند و اونها به شبیخون دست میزنند و منوچهر به کمین. نگاه میکنیم که همچنان که فریدون نوه اش میاد و نسل آینده میاد که برای جنریشن آینده و بچه های آینده آینده رو ببینند، و فریدون تنها رایزن میشه، در کنار میشیند، که امیدوارم روشن فکرهای ما هم امروز این کار رو بکنند، در کنار بشینند و رایزنی کنند و راه بدهند به جوانان که بیاین کاری بکنند. فرزند کاوی آهنگر قارن هم در کنار این نوه هست و به جنگی پردازند، و در این میان تور را که پدر را کشته بود، ایرج را کشته بود، پدر بزرگ را از
کشته بود از میان میبرد و سرش را برای پدر میفرستد. تا اینجا گفتیم دنبال میکنیم چهار سرود دنبالی همون کار است و میپردازم به کار آینده. ببخشید من بیمارم و اندکی سرفه دارم. منوچهر چون گشت پیروز بخت، سر تور ببرید و برگشت سخت. بیامد به لشکرگاه خیش باز، بدید آن نشان نشیب و فراز. بیامد به لشکرگاه خیش باز، بدید آن نشان نشیب و فراز. ز بدخواه و از مردم نیکخواه، همه آفرین بر منوچهر شاه. بدان زور و بازوی آن شیردل، به رزمی جهان کرد پر خون و گل. پس برگشت و همه به پیشبازش آمدند و به خوشگویی و آفرینگویی به او پرداختند. یه دکتر اینجا نندازیم. ز بدخواه و از مردم نیکخواه، همه آفرین بر منوچهر شاه. این آن چیزهایی است که فردوسی در کارش گنجانده است. این نکته ها بسیار نکته های ارزنده است که در دنبالی برنامه بخش پایانی من فراموش کردم بگم. سخنان ارزنده دکتر خوی، بخش سوم دکتر اسماعیل خوی، سخنانشون پخش که در سال 2006 در آتلانتا داشتن، به این نکته ها ایشان میپردازن، بسیار ارزنده و ایشان در بخش های بسیار برای آموختن که من سپاسگزارشون هستم. اینجا به ما میآموزد که اگر هر کس ما رو ستایش کرد، بله قربان گفت، این 100% نمیتونه نیکخواه باشه. چرا؟ چون اینجا بهش آفرین میگن. زبت خواه و از مردم نیکخواه، همه آفرین بر منوچهر شاه. بدان زور و بازوی آن شیرده. دنبالی داستان رو از اینجا پی میگیریم که برای شما نگفتم. خب پیروزی نامه منوچهر میفرسته، برای فریدون روانه میکنه. پرده دیگره که شاهنامه برای ما میگوشه، پرده اون پرده به پایان رسید، این پرده نمایشی و پرده پردازی میکنه، صحنه پردازی میکنه فردوسی. در نامه که نوشته است: به شاه فریدون یکی نامه کرد، ز مشک و ز عنبر سر خامه کرد. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که بختی چنان خفته بیدار کرد. سپاس از جهاندار فریاد رس، نگیرد به سختی جزو دست کس. که او رهنمای است و هم دلگشای، که جاوید باشد همیشه به جای. دگر آفرین بر فریدون برز، خداوند تاج و خداوند گرز. پس نامه را آغاز کرد، ستایش پروردگاری کرد و میبینیم که اینجا خداوند که میگه یعنی دارنده، شاه رو هم میگن. ما خداوند و پس از اسلام به جای پروردگار به کار برده شد. من باورم بر اینه که بخشی شاید برای این بوده که نخواستن واژه پادشاه و شاه از میان بره، آوردنش بدین گونه. اگر نه خدای نامه یا خدای نامه همون شاهنامه هست و این میتونست فردوسی هم نام کتابش رو خدای نامه بگذاره به همون گونه. اینها اومدن خدا رو که نام شاه بود، برنام شاه بود، به دین گونه به کار بردند و نام شاه رو زنده نگه داشتند، چون امیدوار بودند که با پادشاهی به گونه کشور رو رها کنن، همچنان که امروز هم ما این کوشش رو میکنیم، با این روی که پادشاهی امروز مانند پادشاهی گذشته نیست. پادشاهی امروز پادشاهی خواهد بود مانند سوئد، مانند نروژ و به دین گونه مانند انگلیس، ولی راستش بیکلک. بله دیگر آفرین بر فریدون برز، خداوند تاج و خداوند گرز. همش داد و هم دین و هم فرهی، همش تخت و همش تاج و هم تخت شاهنشهی. و باز میپردازه این دارندگان و دارندگی که اون داره بسنده نمیکنه، پروپیمون میکنه به گونه ای که اینک میاد. همه جهان شد، ببخشید، جهان شد دادش پر از آفرین، یعنی داد دادن. جهان شد دادش پر از آفرین، به فرمان دادار داد آفرین. همه راستی راست از بخت اوست، همه فر و زیبایی از تخت اوست. پس با دانشی که داره و دادی که میپردازه و راستی که میپردازه و به کار میبنده، بختش به بالا میرود و تخت اون فر و زیبایی میگیرد. پس پادشاه بودن یا مقامی داشتن تنها به اون نام نیست، به اون فریه که در اون هست، به اون فرهیختگی. فر و فرهیخت
و پرهیز و پرهیزگاری، همه اینها از یک سرچشمه می آیند. پس اونجا که میگوید که فر اون بالا می رود، یعنی پرهیزگاری اون توانش بالا می رود. دنبال میکنه نامرو. از آن پس بگفت ای جهاندار شاه، چو آمد رهی سوی این رزمگاه. چو که اینجا هست یعنی من چگونه اومدم، چگونه، چون چگونه. اینجا اون چو معنی چون در لوری و کردی میگن، که میگن چونی، میگه پاسخ میده باشم، چگونه. از آن پس بگفت ای جهاندار شاد، چو آمد رهی سوی این رزمگاه. رسیدم به فرت. این به فرت رو توی شاهنامه ها به رو به فرت چسبوندن شده به فرت، بسیار بسیار کار بدی. اینجا که رسید 100% اینو سوا کنید، بسیار کار اشتباهی است. رسیدم به فرت به توران زمین، سپه برکشیدیم و جستیم کین. پس با فره تو، با پریزگاری تو، با دانش تو، با پشتبانی تو، ما به توران زمین رسیدیم، کشور تور. سپاه کشی کردیم، چون پیش از این در آغاز داستان که میگفتیم، در پیشتر از این میگفتیم که سپه کشش قارنه رزجوی بود. اینو یادآوری کردیم که سپه کشی کردن یک فن بوده، سپه سالاری و سپه کشی. سه جنگ گران کرده در گران کرده شد در سه روز. سه جنگ گران، گران سنگینه، برای همینه که گرانکشو ما به کار نمیبریم، جرثقیل به کار میبریم. برای همینه که باید به جرثقیل بگیم گرانکش، یعنی سنگین کش، نه جرثقیل. جرثقیل نه جرش ایرانیه نه ثقیلش، هیچ کدوم. ثقیل خب میدونیم به اون به کار میبریم بعد بیارانه. سه جنگ گران کرده شد در سه روز، چه در شب چه در هور گیتوی فروز. از ایشان شبیخون و از ما کمین. پیش از این گفته بودیم که اونا گفته بودن که ما شبیخون میزن. سه جنگ گران کرده شد در سه روز، چه در شب چه در هور گیتی فروز. از ایشان شبیخون و از ما کمین، کشیدیم و جستیم هر گونه کین. به پیروزی نامور شهریار، برآوردم از دشمنان من دمار. ببینید یک جاهایی با هم به کار میبره، جمع به کار میبره. میگه به فرت به توران رسید، سپه کشیدیم جستیم، اینجا پیروز شدیم دشمنان من. این اینا نکته های پادشاه، پیروزی به نام اینه، گلزن اینه، با این روی پیروزی مال همه است، بر دشمنان من. اینا نکته هاییه که به ویژه من امیدوارم کسایی که پاسپورت فرهیختگی دارن سالیان ساله، پاسپورت روشنفکری دارن و کارت شناسی روشنفکری دارن، به این بپردازن که ما اگر دشمنی داریم، دشمن من است، دشمن اون نیست، سوا دشمن من، سوا دشمن من است. این نکته است. به پیروزی نامور شهریار، برآوردم از دشمنان من دمار. همان تور بدکار، بدکار برگشت بخت، همان تور بدکار برگشت بخت، ابا صد هزاران سواران سخت. شنیدم که ساز شبیخون گرفت، ز بیچارگی راه افسون گرفت. پس دشمنان رو دمار برآوردم، و هنگامی که شنیدم که اون تور برگشت بخت، بختش برگشته، گفتم که ما فرهنگمون رو نگاه بکنیم، سر و ناسری میکنیم، چیزایی رو در گذشته باور داشتن، امروز میتونه باور باشه یا نباشه. این بخت و ستاره رو باور داشتن که این ستاره اینا جوانم از چین اومده به ما، به سوی ما، چون ما چین رو داشتیم. تور برگشت بخت که با 100,000 سوار اومده بود، عبا باس، شنیدم که میخواد شبیخون بزنه و چون بیچاره شده بود، توان نداره، میخواد راه افسون و نیرنگ به کار ببره، کلک بزنه. کمین ساختم از پس پشت اوی، نماندم به جز باد در مشت اوی. پس پشت، چرا ما پشت و پس و عقب میگیم؟ من یادم میاد که یکی از دوستان میگفت در امریکا، میگفت در گمان میکنم شیکاگو بود یا الی شیکاگو بود، گمان میکنم، میگفت، گفت دوستی از افغانستان یا از تاجکستان بود، یک کامیون پس پسکی میومد، ماشین داشت پشت میومد،
میگفت پس واپس بس. ما میگیم عقب. اینه کمین ساختم از پس پشت اوی، نماندم به جز باد در مشت اوی. من کمین کردم چون این دیگه نبرد تن به تنه ها، این خودش کمین میکنه، در نبرد وارد شده. چگونه؟ آنگونه که بخشی از روشنفکران ما امروز وارد نبرد شدن، اون گونه شاهزاده و شهبان ما وارد شدن و همه اینها دست در دست همن، هر کدوم دارن کمین میکنن. شخصی مانند دکتر علی میرفکروز کمین اندیشه‌ای میکنه، باز میکنه، روشنگری میکنه. دکتر خویی که امیدوارم جایزه نوبل رو در دستش ببینیم برای آبروی ایران، نه برای خودش، اون آبرو دارد، برای یا آبروی ماندگار ایران در این زمانی بیچارگی. و این هم میگه که من کمین ساختم و در مشت او بجز باد نبود، یعنی کاری دیگه نمیتونست بکنه، همه چی از مشتش در آوردم. یکایک چو از جنگ برگاشت روی، پیاندر گرفتم رسیدم بدوی. اون کمین زده بود، چیزه بود، شبیخون زده بود، یورش آورد. هنگامی که آورد من کمین زدم و پس پشتش بودم. هنگامی که از روی برگاشت یا برگشت، هر دو اومده، پی گرفتم اون رو و به اون رسیدم. به خفتانش بر نیزه بگذاشتم، زره زیرش خفتانه، زیر اونه که تن آزرده نکنه، زره خفتانشو نیزه رو انداختم. به خفتانش بر نیزه بگذاشتم، چو باد از سر زینش برداشتم، گرفتم از سر زین بلندش کردم. در جنگ گردآفرید و هجیرم اینو خواهیم رو بیفکندمش چون یکی اژدها، بریدم سرش از تن بیبها. چنان چون سر ایرج شهریار، به تابوت زر اندر افکند خار. برو بر نبخشود و شرمش نداشت، جهان آفرینم برو برگماشت. از ناصر خسرو قبادیانی براتون خوندم. ای کشته کرا کشتی، تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را گشت. در داستان مسابرهی دید، یکی کشته فتحاد حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. انداختمش چگونه؟ چنان چون سر ایرج شهریار، به تابوت زر اندر افکند خار. برو بر نبخشود و شرمش نداد، جهان آفرینم برو برگماشت. رهاندم ز تن همچنان جان او، که ویران کنم کشور و خان او. سر او به نیزه فرستادمت، ز دل بند اندو بکشادمت. فرستادم اینک به نزد نیا، بسار کنون سر را کیمیا. فرستادم اینک به نزد نیا، بسازم کنون سلب را کیمیا. پس با این جنگ نشستم، به این گونه من اینو بلند کردم، زرم رو از میان برش داشتم. چرا؟ به همان گونه که ایرج رو از میان برداشت و سرش رو در تابوت زرین گذاشت، من سرش رو با نیزه برای شما میفرستم. اینک این رو فرستادم، کار سلب را کیمیا میکنم. درباره کیمیا واژه بگم، این کیمیا رو در واژه‌نامه دهخدا هم آمده است که این میتواند از میان رودان باشه، از هند باشه، شماری هم گمان میکنن از یونان. در همون جا آمده است که دانش کیمیا از ایران، از راه عرب ها تازیان به اروپا رفت. یادون باشه که ایرانیان و چینی ها این کارو میکردن و کیمیا واژه فارسی است. هنگامی که پیش اونا رفتن، این فارسی جابجایی شد و میدونیم که اومد و فرانسه و اینها به شیمی گفتن، که باز کیمیستری هم میگن، یعنی کار میکن. و اونها شیمی گذشته رو اروپایی ها بهش گفتن آل شیمی، آلمانا، که همون آل شیمی، الف و لام شمسی، که این شناخته بشه، شناسه میشه، مانند دید در انگلیسی، یا دت و دن یا ان و ات که هست، دن و دت تو چیز سوئدی، این بستنفور میشه یا شناسه میشه یا شناخته میشه. پس این کیمیا واژه پارسیه و ما نمونه ای هم داریم که یکی از دانشمندان بزرگ، که آیین شناسان بزرگ به نام میرپیا الیاده، این دانشمندی هستش مجاریه و ایشون باور داره که این دانش کیمیا نه اینکه از ایران اومده، که انوشیروان که میگن انوشیروان، روانش انوشی باشه، تنها اون چیزی که در تاریخ آمده نیست. انوشیروان
روزهایی یک دانه هایی میخورده از آلیاژهای فلزی که آمیخته بوده از سیم، نقره و آمیزه های دیگه و بدین گونه بیشتر زندگی میکرده. این کار چینی ها و ایرانی ها هم میکردن و برای همینه که بهش میگن انوشه روان، یعنی عمر درازی داشته. و آنکه 70 خورده که آمده است در تاریخ ایشون نمیپذیره، میگه بیشتر میگذشه و این ویژه بوده. ببخشید از داستان دوده کردم، این بدین گونه خواستم اینو بدونید در جاش. پس میگه که همچنان که ایرج رو کشت و شرمش نبود که برادرش رو میکشه، فسرش رو در تابوت گذاشت، من گرفتم و کشتم و از میان بردم و ایرج اینک میرم به دنبال سلم که کیمیا ازش بسازم، یعنی یک چیز دیگه ازش بسازم، دگرگونش کنم. دنبال میکنم بسازم همان کار سلم بزرگ، چون برادر بزرگه و خب روم و اینا رو داشته. یادآور شدم که این بخش انگلیس و اینا دست سلم بوده. سلم تور وادار کرد ایرج رو بکشه و برانگیختش، تحریکش کرد. راستش هنوز این انگلیس هم این حقوق بازی رو دارن ها، ولی کار انگلیس ها نیست، همه چیز کار ما هم هست. بسازم همه کار سلم بزرگ، روم بر سرش همچو بر میش گرگ. اگر سلم در ژرف دریا شود وگر بر فلک چون ثریا شود، به جنگ آرمش سر ببرم ز تن، بسازم برا کام شیرین کفن. پس اینو شرط داد که من میرم و این رو هم از میان میبرم. به نام درون چون همه کرد یاد، هیونی برفکند برسان باد. جانور درشت و رهوار، رهوار البته دوندی اسمی نه، جانور درشت رو میگن که توانایی داره، چون میخواست راه زیادی بره این باید توانایی داشته باشه. به نام درون چون همه کرد یاد، جای دیگه نوشته های دیگه چون های دیگه اومده امروز نگفتم، به پیشنهاد خویی خجسته گفت میبره داستان، نمیگم در کار نوشتاری میارم. به نام درون چون همه کرد یاد، هیونی برفکن برسان باد. فرستاده آمد روخی پرز شرم، اینجا ها رو نگاه کنیم چه برابری میکنه شاهنامه. هنگامی که ایرج آوردن و اینه که من یه نگاه بهش میکنم، فرستاده آمد روخی پرز شرم، دو چشم از فریدون پر از آب گرم. که چون برد خواهد سر شاه چین، بریده بر شاه ایران زمین. که فرزند هر چند پیچت ز دین، دین اینجا روش و آینه، که فرزند هر چند پیچت ز دین، بسوزد به مرگش پدر همچنین. در جاهای دیگه اومده که فرزند گر سر به پیچت ز دین، پدر را بدون مهر افزون زکین. یا در جای دیگه باز اومده در خالقی که فرزند گر سر به پیچت زدین، بشوید همان خون دل آبکین. چون دیگر بود گفتم، پس این داشت میرفت با آزرم و شهر میرفت که من چگونه سر بر پدر ببرم. من اینو یه نگاه دیگه هم میکنم. ببین این که داره میبره کسیه که با منوچهره، نگاه شاهنامه رو ببینیم، نگاه فرهنگی رو، که با کار خوب دشمن خوب برخورد میکنه، با کار بد دوستم بد برخورد میکنه. میگه که این که فرستاده و پیامبر منوچهر بود داره این سر میبره، میگه چگونه من اینو ببرم، این کار کار زشتیه، جنگو داره می نکوهد. خب بریم نگاه کنیم، یه نگاهی به گذشته بکنیم. در سه هفته پیش گفتیم که هنگامی که فرستادیه تور سلم و تور سر ایرج رو می آوردن، گرد و خاکی پیدا شد و سوار اندوهگینی در اون بود. بگفت به زینندرون بود شاه و سپاه، یکی گرد تیره برآمد ز راه. هنگامی که می اومدن فریدون چشم راه بود، در اون هنگام که منو چهره نبود. هیونی برون آمد از تیره گرد، بازم هیونه ماننده، هیونی برون آمد از تیره گرد، نشسته برو سوگواری به درد. اون از خاک تورانه، این که میاره دو چشمش پرابه از خاک ایرانه، نشون میده که کاری که اندوهگینه و بده برای همه بده. این از شاهکارهای شاهنامه است. یه نکته ای هم که من اینجا باید بگم، این کوتاه شدن اینه که من این رو از خوی خجسته شنیدم و آموختم و براتون میگم. گناه بس گران بود و پوزش نبرد، گناه بس گران بود و پوزش نبرد، و دیگر که کین خواه او، و دیگر که کین خواه او بود گرد. بیامد فرستادی شوخ روی، سر تور بنهاد در
پیش او. درود میفرستم به خوی یکی که اینو به من آموخت که در شاهنامه جایی که اندوهگین میشه واژه ها کوتاه میشه، شمار واژه ها کم میشه، کش میاد. من داستان رستم و سهراب که میگه که رستم منم، هنگامی که میگه اگه پدرم رستم بدونی که رستم منم، کم مماناد نام، نشیناد بر ماتمم پور سام. واژه ها کوتاه، اینم همونه. گناه بس گران بود و پوزش نبود و دیگر که کینخواهو بود گرد. بیامد فرستاده شوخ روی، سر تور بنهاد در پیش اوی. شوخ روی شرمگین، آزرمگین، چهره کم معنی میده، چهره افسرده. ما این واژه رو داریم در کهن ایران. اوروخشه، اوروخش در زبان کهن ما، نه پهلوی و نه پهلوی ساسانی، نه پهلوی اشکانی، بریم در زبان های اوستایی گذشته. اوروخشی، این همون شوخه، برگردون شوخه و شوخی هم هست. فریدون همی بر منوچه بر یکی آفرین خواست از دادگر. به اندازه که دلش سوخته بود آفرین به منوچهر داد. چون داستان شاهنامه میتونه به درازا بکشد و من نمیخوام بخش دوم گرفتن دژ آلانان را به دست قارن پی بگیرم، چون اگه پی بگیرم زمان میره، باید در بخش دیگه گفته بکنم و سخنان خوی خجسته نزدیک به 28 دقیقه است، اون رو هم گوش بدیم. من پیشنهاد میکنم به یک ترانه بسیار بسیار زیبا که سرودی بسیار دلنگیز داره گوش بدهیم. برنامه را دنبال خواهیم کرد.